در آمریکا کارشناسان سیاست خارجی از تماس تلفنی پرزیدنت بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره نقض حقوق بشر در آن کشور استقبال کردند. ضمن آنکه سیاست خارجی پرزیدنت بایدن در قبال روسیه را نیز واقع گرایانه توصیف کردند. گزارشی از سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا. زندانی کردن الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون در روسیه پس از بازگشت او به مسکو اعتراض هزاران نفر را در سراسر آن کشور به همراه داشت. کاخ سفید میگوید پرزیدنت بایدن ضمن ابراز نگرانی از این موضوع در تماس تلفنی خود با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که این موضوع را در تمامی سطوح پیگیری خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز نگرانی خود را در این باره ابراز کرده است. همانطور که گفتم ما عمیقاً درباره سلامت و امنیت آقای ناوالنی نگرانیم و مسئله بزرگترین است که صدای او صدای بسیاری از مردم روسیه است که باید شنیده شود نه اینکه جلوی آن گرفته شود. با وجود انتقاد از حقوق بشر در روسیه پرزیدنت بایدن و رئیس جمهوری روسیه در یک مورد در همین مدت کوتاه به توافق رسیدند. پس از اینکه پرزیدنت بایدن با تمدید 5 ساله پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و روسیه موافقت کرد، ولادیمیر پوتین نیز از این تصمیم استقبال کرد و روند آن در روسیه دنبال شد. سفیر سابق آمریکا در روسیه میگوید پرزیدنت بایدن ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در روسیه در پی یافتن زمینهای مشترک در راستای منافع ملی دو کشور است.